عرض سلام و درود به همه عزیزان، امیدوارم در هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید. به برنامه خودشناسی و خوددرمانی با فرهناز خوش آمدید. یه چند تا یادآوری که آیدی تلگرام شخصی من هست، فرهناز جی 777، مشابه آیدی اینستاگرامم. آیدی اینستاگرامم هم هست فرهناز جی 777. کانال عمومیم هست فرهناز جی 2016. در کانال تلگرام، کانال عمومی تلگرام هم هست فرهناز جی 2016 که ضبط ویدیوها و اطلاعات دیگه در کانال تلگرام هست. صفحه فیسبوک و یوتیوب هم هست فرهناز جی و دایرکتر اینستاگرام رو من چک نمی کنم. اگر افراد میخوان تماس بگیرن از تلگرام یا واتساپ تماس بگیرن. و بذار ببینم تاریخ امروز چه بود. 26 امروز 26 جولای 2021 هست و کلاس ترمی بعدی من آگوست، فکر کنم 19 آگوست. البته من پست کردم اینو در اینستاگرام، در کانال تلگرام هم پست کردم، فکر کنم تاریخش آگوست 19 بود اگه درست شدم باشه. ولی عزیزانی که میخوان در کلاس ترمی بعدی ثبت نام کنن، از واتساپ یا تلگرام پیام بفرستید، اسم و فامیلیتونم عنوان کنید و اینکه ساکن کجا هستید و بگید میخواین در کلاس ثبت نام کنید. حالا خیلی هم میپرسن موضوعات کلاس چیه، راجع چی آموزش میدید. من به طور کل میتونم بگم که آمادگی برای شناخت بیشتر خود، تکنیکای خود درمانی بیشتر و آمادگی برای باز شدن مثلا مراحل بعدی معنوی، باز شدن قلب، باز شدن بصیرت و اینجور چیزا. وارد جزئیاتش نمیشم، چون اگرم بهتون بگم مثلا فلان چیز آموزش میدم، شما نمیدونید فلان چیز چیه. برای همین به طور کلی اینه که به خودتون آگاه تر بشید، تکنیک های خود درمانی بیشتری یاد بگیرید و آمادگی پیدا کنید برای مراحل بالاتر معنوی. کلاس از اسکایپ اجرا میشه، معمولا 2 ساعته و کلاس این جلسه هم ساعت و روزش رو هم وقتی که درخواست ثبت نام بکنه جزئیاتش و هزینه‌ش فقط از تلگرام یا واتساپ هم درخواست بدید. که شماره واتساپ هم هست. اگه یه چند لحظه اینستاگرام انگار پاس کرد. اوکی. یکم میخوام صحبت کنم راجب دوتا دوباره دارم باز میکنم. یه صحبت کوتاه راجب این راجب خود. میدونید که یکی از بله نه اول برنامه بازیشون میگیره، حتی من یه مقدار صبر کردم اینا بازیشون تموم شد، دیدم نه انگار هنوز ادامه داره، برای همین شروع کردم دیگه. چون پیش از این داشتن شلوغ میکردن، هیجان داشتن، من یه خود صبر کردم بازیشون تموم شد، میخواستم حتی نذارم بیان اینجا، درو ببندم. زودتر از من تا درو باز کردم دویدن اومدن تو، دیگه دلم نیومد بیرونشون کنم. حالا یه آروم شدن، حالا یکم وقتی بازی میکنم برشون خوبه که هم فعالیت هم خوشحالن، خوبه. حالا میخواستم کمی صحبت کنم راجب یه سری مسائلی که مربوط به ما در این بود میشه. همونطور که میدونید یکی از ریشه های خیلی عدم عشق به خود هست. حالا این عدم عشق به خود خودشو به ابعاد مختلف نشون میده، به حالتهای مختلف، مثلا لایق نبودن،
یا خشم به خود، یا بعضی اوقات مثلا ترس ها یا خشم ها یا چیزهای مختلف اینا هست. ولی یکی از ریشه های اصلی یه مسائل ما عدم عشق به خود هست. که این در عمرهای متعدد اینها ما باورهایی به خود گرفتیم، مسائلی رو حقیقت خودمون کردیم، باورهایی در دوران کودکی گرفتیم و مجموعه افکار و باورهای ما و کارما و ورچوهای ما شده اینی که شرایطی که الان برای ما فراهم شده. البته شرایطی هم که در این بود الان ما درش هستیم کل داستان ما نیست، کل حضور تو نیست. ما فقط چیزایی رو در این بود حضور میدیم که الان میخوایم روش کار بکنیم و میخوایم تغییر و رشد یا گسترش بدیم. یعنی بعد یادتونم باشه که اون شرایط و خصوصیاتی هم که الان در این بود حضور داره کل حضور تو نیست. حالا ببخشید اینستاگرام دوباره پاس کرد، این دفعه هم پازش یه مقدار طولانی تر شد. حالا یکی از دلایل این کمبودای احساسی، مثلا همون که یکی از اصلیاتش عدم عشق به خوده، همین باورها و دیدگاه‌هاییه که ما در عمرهای متعدد و کودکی اینا به دست آوردیم و حقیقت خودمون کردیم، یا حتی دیدگاه‌هایی که دیگران به ما دارن و ما دارن. حالا یکی از ریشه پشت پرده این، پشت پرده این عدم عشق به خود و باورها و ذهنیتهایی که ما الان درش هستیم، خود ریشه اصلی قبل از این، یعنی پشت سر این عدم عشق به خود، عدم شناخت خود هست. ما اصلا خودمون رو نمیشناسیم و کلن فراموش کردیم که چی هستیم و کی هستیم و از کجا آمدیم و اصلا خودمون رو نمیشناسیم، به خودمون آگاه نیستیم. قسمت اعظم مکانیزم ما که در این عمر ما تأثیر گذاره ناخودآگاهمونه، که اصلا به ناخودآگاهمون آگاه نیستیم. قسمتی از حضور اصلی ما روحمونه که خودمون هستیم که به اونم اصلا آگاه نیستیم. و شناختی که از خودمون داریم خیلی سطحیه و فقط این شخصیت دنیوی که ظاهر قضیه است رو فقط ببینیم. و شناخت آگاهی به خودمون خیلی خیلی کمه. مثلا من اگه از یکی بپرسم خب تو کی هستی؟ فقط میگه خب اسمم اینه، فامیلم اینه، اینجا به دنیا اومدم، مثلا مال ایرانم اینا. که اینا هیچ کدوم اصل تو نیست، باطن تو نیست، اینا خصوصیات رول های دنیوی توه. اصل تو و باطن تو نیست، حضور واقعی تو نیست. اسم تو مثلا مادر پدرت بهت دادن، حالا به خاطر تناسخ و برنامه ریزی ممکنه ایران به دنیا بیای، ممکنه نمیدونم افریقا به دنیا بیای، بنا به شرایط برنامه ریزی. حتی مثلا عقاید و مذهب ها، اکثرا چون مامان بابات مسلمونه ممکنه تو مسلمون باشه، اگه مامان بابات یهودیه تو ممکنه یهودی باشه، اگه مامان بابات مسیحی باشه تو ممکنه مسیحی باشه. حتی عقایدی که در این زمینه ها داری اکثر اوقات مال خودت نیستن، اینا رو از یکی دیگه، از والدین و بزرگترات گرفتی. و خیلی عقیده باورهایی هم که نسبت به اینکه من کی هستم هم از محیطت گرفتی. خلاصه قضیه اینه که خودمون رو نمیشناسیم. حالا این شناخت خود یکی از اهداف اصلی سفر ما هست
و تناسخهای ما که خودت رو بشناسی و دوباره به یاد بیاری، مخصوصا وقتی که در مسیر بیدار شدن قرار میگیری و روحن آماده‌ای برای بیدار شدن، در مسیری قرار میگیری که خودت رو بهتر بشناسی. و شناخت خود خودش هم یه تجربه شیرینیه، هم گاهی اوقات بعد چون باید ترسات رو رها کنی، دردهات رو رها کنی، چون اینا خودتو نیستن. ترس و دردهات و خشمت و غمت اینا خودتو نیستن. بعد اینا رو باید رها کنی که تو بتونی آگاه تر بشی و خودتو بهتر بشناسی و به اصل خودت، به باطن خودت آگاه بشی. و بعضی اوقات در این سفر شناخت خود که خشم و درد و غم و این چیزات رو باید رها کنی یا ترسات رو باید رها کنی، خب یه چیزایی باید تجربه بشه تا اینا رها بشه، از خودت جدا کنی. که بعضی اوقات این دوران ممکنه شیرین باشه، ممکنه شیرین نباشه، ولی اصل مطلب مخصوصا الان در زمان و عصری که درش قرار گرفتیم اینه که خودت رو بشناسی و به بیداری برسی، از خواب دنیوی بیدار بشی. که خود از خواب بیدار دنیوی بیدار شدن یعنی همین که خودتو بشناسی، بفهمی کی هستی، از کجا آمدی. چون الان با دیدگاهت اینه که من یک انسان هستم در جسم فیزیکی و خودت رو خیلی محدود و کوچیک میبینی، ولی تو جزی از خالق هستی، تو حضورت اصل مطلبت روحت که از نور و دانش و آگاهی و تجربیات زیادی داره که ما اصلا حضور ذهن به این چیزا نداریم. و این سفری که خودتو بشناسی، که به باطنت، به روحت، یعنی روحت که خودت هستی رو بشناسی، این بعضی اوقات میتونه چندین عمر زمان ببره. حالا دیگه بستگی به شرایط و آمادگی شخص و نوع تناسخهایی که قبلا هم داشتی و که اینکه در چه مرحله بیداری قرار گرفتی برای هر کسی متفاوته. ولی خود این مسیر شناخت خود یک مسیره که میتونه چندین عمر زمان ببره. مثلا همین الان که شماها دارید این برنامه و این مطالب رو گوش میدید، شما هم این تناسخ هم در تناسخهای قبل شرایطی برای خودتون فراهم کردید که الان در شرایطی باشی که آمادگی شنیدن و ظرفیت شنیدن این مطالب رو داشته باشی و در سطح ارتعاش و آگاهی باشی که حتی اگر مطالب رو 100% هم درک نمی کنی، ولی ظرفیت شنیدن و تمایل شنیدنش رو داشته باشی. یعنی خود این خواسته و آمادگی خود به خود به وجود نیامده. شما در تناسخهای قبلی در این مسیر حرکت کردی و حالا یه عده‌ای ممکنه در این عمر بیدار بشن، یه عده‌ای ممکنه در عمرهای بعدی بیدار بشن، یه عده‌ای ممکنه به بُعد بالاتر برن، هر کسی شرایطش متفاوته. ولی اکثرا که الان مثلا پای این برنامه نشستن و دارن صحبتهای منو گوش میدن، در مسیر بیدار شدن قرار گرفتن. اول از همه که بهتون یه یادآوری مهم بکنم، این که حواستو خیلی جمع باشه که در این زمان افرادی که تظاهر میکنن که در مسیر نور هستن ولی در باطن گمراه کننده هستن و فقط تظاهر میکنن و اهداف دیگه ای دارن، کم نیستن. همیشه حواس باشه که بعضیشون هم خب خیلی قشنگ و شیکوپیک ظاهر خودشون نشون میدن و برای بعضی از افراد ممکنه تشخیص این که کی در باطن در مسیر نوره یا در ظاهر فقط اینطور به نظر میاد، تشخیصش ممکنه برشون راحت یا آسان نباشه. بهترین کمکیه شما معلمای نوری شما هستن. همیشه درخواست آگاهی بکنید از معلمای نوریتون.
که استفاده بکنید یا از تکنیکی که سه استفاده بکنید، از معلمای نوریتون همیشه بپرسید. قبل از خواب میتونید درخواست بدید که در خواب به من نشون بده این شخص در مسیر نور هست یا نه، آیا اطلاعاتی که میده در مسیر نور هست یا نه. خیلی باید حواستون جمع باشه که چون خیلی ها غریزه آگاه شدن و بیدار شدن دارند، ولی اگر توجه بدید و گوش شنوا بدید به کسی که ظاهرش با باطنش فرق داره و اهداف دیگه ای داره، بعد ممکنه گرفتار بشید. برای همین بسیار لازمه که هوشیار باشید و ششتون که حواستون جمع باشه. البته من همیشه در این زمینه بلسینگ میفرستم، بلسینگ حفاظت برای افرادی که در مسیر نور هستند، که در مسیر نور بمانند، در مسیر نور هدایت بشن، در مسیر نور حفاظت بشن. همیشه از این بلسینگ ها من مخصوصا برای مردم ایران که در مسیر نور هستن میفرستم. ولی اصل مطلب خودتی، باید آگاه باشی، حواست جمع باشه، شنونده و بیننده عاقل و آگاه باشی، مسئولیت زندگیت با خودته. و بارها من اینو تاکید کردم که باید حواستون جمع باشه، این احتیاط لازمه. من تو عمرهایی داشتم در عمرهای قبل که هدفم آگاه شدن و بیدار شدن بوده، ولی بعضی منو گمراه هم کردن و بعد یهو آخر عمر رسیدم دیدم ای راهو اشتباه رفتم. و وقتی میبینی که راهو اشتباه رفتی، این خیلی تأسف آور غم انگیزه، چون میبینی تو هدف آگاه شدن و بیدار شدن بوده، ولی به خاطری که هوشیاری کافی به خرج ندادی و دنباله روی شخصی شدی که در باطن در مسیر نور نبوده، بعد گرفتار میشی و دیگه آخر عمرت یهو میبینی ای داد بیداد راه اشتباه رفتم. برای همین من چون این تجربه رو در عمرهای قبل داشتم، در این عمر احتیاط بسیار زیادی به خرج میدم و خیلی هم حواسم جمعه. و فقط ارتباطم فقط با خالق، فرشته ها و معلمای نوریم و روح بزرگم، روح درونم، یعنی فقط ارتباطم و کسب اطلاعاتم از گروه خودمه که بهشون اعتماد دارم. ولی با این وجود حواسم همیشه جمعه. در این مسیر بیدار شدن بسیار باید هوشیار باشی، چشم بسته چیزی رو قبول نکنید، چون یکی ظاهراً خیلی معنوی و عرفانی صحبت میکنه، فکر نکنید پس حتما در باطن همینه. باید درخواست آگاهی بدید و هوشیار باشید. حالا من بعضی اوقات یه تو همون اولین برخوردهای چیز دریافتیه پیدا میکنم که میفهمم طرف تو چه مایهیه، ولی باید هوشیار باشی، چون بعضیا مثلا فقط میخوان سرگرمتون کنن، بعضیا میخوان گمراه کنن، یا بعضیا میخوان فقط کسب مرید بکنن یا آدم جمع کنن یا برای منافع مادی یا هر چیز دیگه. مسئولیت با خود شماست که حواست جمع باشه و هوشیار باشی. نمیتونی بعد بگی خب تقصیر من نبود. مسئولیت هوشیار بودن و آگاه بودن با خودته. حالا من هم تا که گفتم، چون من این تجربه تو عمرای قبل داشتم، در این عمر بسیار روحن بسیار هوشیارم، حواسم جمعه، چون نمیخوام اون اشتباه عمر قبل تکرار بشه. حالا در مسیر شناخت خود، خود اینکه خودت رو بشناسی ممکنه چندین عمر زمان ببره، چون آمادگی ذهنی میخواد و اون چیزی که ما در باطن هستیم با اون چیزی که در ظاهر فقط شخصیت دنیویمون به نظر میاد بسیار متفاوته. روح ما از جنس خالق، از نور و بسیار با عظمته، ولی اکثر ما دیدگاه هایی که به خودمون داریم و دیدگاه هایی که به ما داده شده اینه که من حقیرم، من لایق نیستم، مثلا من خودمون رو خیلی کم میبینیم.
در صورتی که ما از جنس خالق، از جنس نور و به روحمون که باطن خودمونه بسیار با عظمت. و اگر در این مسیر شناخت خود، اگر خودمون رو بشناسیم و به حقیقت خودمون آگاه بشیم، خیلی از همین مسائل و باورها و دیدگاهها مثل عدم عشق به خود و باورها و دیدگاه‌های کاذبی که نسبت به خودمون و دنیا و حقایق داریم، یکی از راه‌های رها شدن اینها همون شناخت خود هست. که تو اگر خودت رو بشناسی و واقعا درک بکنی و بفهمی که من از جنس خالقم، من از نورم و چه روح آگاه و پرعظمتی داری، با شناخت خودت یکی از راه‌های آزاد شدنته. که وقتی خودتو بشناسی، مثلا الان دلیلی که تو خودتو دوست نداری به خاطر دیدگاه‌هایی که به خودت داری. وقتی که خودت رو، باطن خودت رو بشناسی، دیدگاه‌هایی که به خودت داری تغییر پیدا میکنه، رها میشه و مسئله عدم عشق به خودت هم به مرور زمان رها میشه و حل میشه. یعنی یکی از راه‌های به بیداری رسیدن و آزاد شدن و رها کردن افکار کاذب و باورهای کاذب و همین مسائل عدم عشق به خود و این داستان ها، یکی از راهاش شناخت خودته. حالا تو در اینی که خودتو میشناسی، اینجا شناخت خودت هم میتونی این شناخت خودتو از دو زاویه بهش تقویت بدی. یکیش از طریق ارتباط با خالق و شناخت خالقه. چون من جزئی از خالق هستم، با شناخت خالق خودم رو بهتر میشناسم و با شناخت خودم خالق رو بهتر میشناسم. یعنی به هم ربط داره. یعنی در این مسیری که در شناخت خود هستی، ارتباط با خالق هم بسیار میتونه مهم و مفید باشه. که در اینی که هم در مسیر شناخت خودت هستی، با خالق هم ارتباط برقرار داشته باشی، که با شناخت خالق هم، این هم به ارتعاشت کمک میکنه، هم با شناخت خالق خودتو میتونی بشناسی. اوکی بیا بالا. اوکی کامان اپ کامان اپ کامان جوجو جوجو میخواست بیاد بالا. کامان بپر بالا. کمان بیبی جان. بپر بالا. کمان. بپر بالا. There we go. Good boy. بگو سلام. ماجی کش کردم. بگو سلام. بگو سلام. بگو سلام به بیننده های عزیز و محترم. از اینکه در کنار شما هستم بسیار خوشحالم. حالا همطور که گفتم، یکی از راه‌های آزاد شدن از یه سری از مسائل دنیوی و کمبودهای ذهنی و احساسی که در شخصیت دنیوی ما الان حضور داره، شناخت خود هست و در کنار این ارتباط با خالق. حالا راه‌های ارتباط با خالق هم میتونه با انتخاب خودتون باشه. من یکی از راه‌های ارتباطم با خالق از با مراقبه هست، یا کلن توجه به حضور خالق. ولی حالا هر کسی میتونه خودش انتخاب کنه که چطور میخواد با خالق ارتباط برقرار کنه. من فکر میکنم ارتباط با خالق یک ارتباط شخصیه و هر کسی خودش میتونه انتخاب کنه که چطور میخواد با خالق در ارتباط باشه. کل قضیه، خلاصه قضیه، که یکی از راه‌های آزاد شدن و به بیداری رسیدن شناخت خودته. ولی باید آگاه باشید که شناخت خود زمان میبره. حس عجله و حس اینکه دنبال میونبر باشی، اینا اصلا نتیجه نمیده در امور رسیدن به بیداری و در آگاه شدن به خود، شناخت خود. در این مسیرها اصلا
حس عجله و اینکه بعضی هی این در اون در میزنن که دنبال میونبر باشن که سریعتر به بیداری برسن، این چیزا نتیجه نمیده. خود این اطلاعات و حضور ذهنها و چیزا دریافتی که من دریافت کردم به سرعت نبوده، با زمان بوده و در طی 30 و چند سال بوده. و حس خونسا بودن و صبور بودن و حضور ذهن داشتن، اینها لازمه. حس عجله و دنبال میونبر بودن نتیجه نمیده. اکثر افراد وقتی که دنبال عجله و دنبال میونبرن، این خودش سبب یه گمراهی هایی میشه، چون هی دنبال این اون میرن که ببینن کی راه بهتر و قویتر و مثلا سرعت دارتری داره، بعد گرفتار میشن، گرفتار افرادی میشن که از همین حس عجله و غرور استفاده میکنن برای اینکه شما رو گمراه کنن. مثلا یه خانمی هست، اینو قبلا هم توی یکی از برنامه قبلیم گفته بودم، یه خانم نوجوانه که من یه بار بالاتفاق تو یوتیوب برنامه‌شو دیدم، چون میدونید یوتیوب بعضی اوقات یه به خاطر یه سری برنامه‌ای که نگاه میکنی بعد یه چیزای مشابه رو برات پیشنهاد میکنه، و بعد بالاتفاق من یه باری که از برنامه شدم، یه خانم نوجوانی بود حدود فکر کنم 19-20 ساله، و یه اطلاعاتی داشت میداد که خود اطلاعات به نظر خیلی مناسب نمیمد، که بعد من از معلم نوریم درخواست آگاهی کردم که آیا این شخص در مسیر نور هست یا نه، و آیا اطلاعاتی که میده در مسیر نور هست یا نه. و من متوجه چیزی که دریافت کردم و درک کردم این بود که خودش هدفش اینه که در مسیر نور حرکت کنه، هدفش هم نیت باطنیش اینه که کمک به دیگران باشه، و به این هدف هم به این بود آمده. ولی حس عجله، چون این حس رو داشته که مثلا بعد یه خدمتی بکنه، این حس و غریزه درش بوده، ولی حس عجله گرفتارش کرده به خاطری که صبور نبوده. چون بعضی اوقات تو بعد صبر کنی تا وقتش برسه، تا مثلا به یه آمادگی برسه که بخوای یه کارایی بکنی، این شخص به خاطری که حس عجله داشته و مثلا صبوری کافی به خرج نداده و به اندازه کافی هم آگاه نبوده، حس عجله و غرورش باعث شده که یه فرصت پیش بیاد برای سوء استفاده از یه سری انرژی هایی که در مسیر نور نیستن و اطلاعاتی که دریافت کرده در مسیر نور نیستن، ولی خودش نمیدونه اینا. خودش فکر میکنه در مسیر نور داره حرکت میکنه و فکر میکنه اطلاعاتی هم که دریافت کرده در مسیر نوره. حالا این یه مثال بسیار خوبیه که آگاه باشید که مسئولیت آگاه بودن و مسئولیت هوشیار بودن با خودتونه. یعنی این شخص با وجود که من براش بلسینگ دادم، بلسینگ حفاظت و هدایت در مسیر نور دادم و بلسینگ دادم که کمکش کنن که آگاه بشه که اطلاعاتی که دریافت کرده در مسیر نور نیست، ولی این یه مثالیه که باید آگاه باشید که بعضی اوقات مثل این شخص که نیتش هدایت در نوره و نیتش در مسیر نور بودنه، ولی لازمه که هوشیار باشی و آگاه باشی. و قبل از اینکه حتی مثلا خیلی از اطلاعاتی که من میدم، حالا چه در تو برنامه‌ام چه تو کلاسام، من زیر بمشو کاملا میدونم، تأثیراتش و انعکاسش و تأثیراتش در دیگران رو کاملا میدونم، و در طی زمان زیاد من اینا رو خودم تجربه کردم، بررسی کردم، و حتی اون چیزی که در ظرفیت افراد نیست ارائه نمیدم، چون تعادل افراد خیلی مهمه که تعادلشون حفظ بشه. حالا این لول هوشیاری و آگاهی خیلی سریع به وجود نمیاد، این لول هوشیاری و احتیاط و آگاهی هم در
عمرهای قبل، چون من عمرهای قبلی هم داشتم که در مسیر نور بودم و خدمت کردم، با تناسخهای قبل، با تجربیات روحی و با آگاهی روحی، و اینکه در کنارش در همین عمر در مود عجله نباشی، صبور باشی و بذاری آروم آروم این تغییرات و اون چیزی که وقتشه حضور پیدا کنه. برای همین این شخصی مثال مناسبیه که با وجودی که هدف و نیتش در مسیر نور بودنه، ولی حس عجله و غرورش گرفتارش کرده. که امیدوارم، البته این دنبال چند سال پیش بود، که امیدوارم حالا در دیگه من به برنامهاش دیگه توجهی ندادم، همون یه بار بود، که امیدوارم حالا در مسیر آگاهتری قرار گرفته باشه. دیگه نمیدونم الان در چه شرایطیه، ولی باید یادتون باشه مسئولیت هوشیار بودن و آگاه بودن با خودتونه. نمیتونی بعد آخر کار بگی که ای خب من نمیدونستم این منو گولم زد. مسئولیت هوشیار بودن و آگاه بودن با خودت. اوکی، من قطع میکنم، برمیگردم برای قسمت دوم. لطفا حضور داشته باشید.